سفیر راک، ردیف میرزا عبدالله. واژه سفیر که به معنی صوت و آواز پرندگان از یک بابت هست، مثل شعر حافظ که میگه من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش میآید سفیرم. همچنین به معنی نوا، آواز و آهنگ هم استفاده شده و به معنای صوت یا صوت زدن هم به کار رفته. مثلا در شعری از منوچهری اومده که اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب، نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است. همچنین سفیر به عنوان ساز بادی کوچکی به کار رفته که شبیه سوت سوتک یا سوت بهش در عامیانه گفته میشه و نوع ساده اون دوتا استخوان هست کنار هم قرار داده میشه و از فاصله بینش که در دهان قرار داده میشه فوت میکنن و ایجاد یک صدای شبیه به صدای پرندگان تولید میشه و این صوت یک صدای یک نواختی داره و مزیر نمیشه. از ترکیبات واژه سفیر، سفیر کشیدن یا صوت کشیدن، سفیر زدن یا صوت زدن، سفیر خان که به معنی نغمه سرا، خواننده یا نوازنده صوت به کار رفته و سفیر بابل هست که سفیر بابل به معنی یک سازی است که به قول اولیای چلبی منسوب به ابن سینا اختراع اون هست و یک کاسه مسی هست که داخلش آب می‌ریختن، مملو از آبش می‌کردن و با یک صوت بر اون می‌دمیدن و صدای شبیه به پرندگان ایجاد می‌کردن، یعنی صدای افکتیو تولید میکردند. اما سفیر راک گوشه ای در آواز ماهور هست، همچنین در راس پنجگاه هم دیده میشه در بخش راک ها که اوج راک به حساب میاد و چون این اوج راک در قسمت خیلی زیر ساز معمولا نواخته میشه و اوج خواننده خونده میشه، بالاترین قسمت در بخش ماهور به حساب میاد و صدای شبیه به صوت انگار ایجاد میکنه و شاید این نامی که برش قرار دادن از این بابت باشه. همونطور که میدونیم آواز راک ما رو به سمت بیات اصفهان میبره و یک دانگی به نام دو ره می به مول فا ما استفاده میکنیم. این دانگ اگر در کنارش دانگ شور ره می کورن فا سول به وجود بیاد و در حرکت های بالا رونده به سمت سول ما از می کورن استفاده کنیم، سفیر راک رو ایجاد میکنیم. بنابراین سفیر نوعی اوج به حساب میاد، گوشه‌ای که در ردیف بسیار قسمت‌ها دقیقا در جاهایی که دانگ دشتی داریم به کار خواهد رفت، به کار میره و سفیر در انتها برمیگرده به سمت همون اصفهان و فرود میاد به ماهور و ختم کننده دستگاه ماهور هست و آخرین گوشه برای راک ها. سفیر راک در این ردیف از نوت لا قسمت بم شروع شده و تا سول پایین ادامه داره، یعنی چیزی نزدیک به دو اکتاب وسعت صدایی داره. دل حزینم از این ناله نهفته گرفت، بیا که وقت سفیری ز پرده راک است.